بعد به هواکره ادامه بحث یه نکته ای هم بگم. این اثر گلخانه ای که گفتیم، اثر گلخانه ای به دلیل وجود هواکره است دیگه. اینها این لایه، یعنی این لایه، این لایه منظوم کنم، این لایه هواکره منظورشه، هواکره، به طوری که اگه هواکره وجود نداشت، بچه ها هواکره وجود نداشت، میانگین دمای زمین منفی 18 درجه میشد. یه موقع نگه لایه اوزونا، اوزون نه ها، لایه اوزون نه، این لایه که داره راجبه صحبت میکنه که اثر گلخانه ای داره به خاطر کربن دی اکسید و آبه، این لایه یعنی هواکره. هواکره اگر وجود نداشت، میانگین دمای کره زمین میشد منفی 18 درجه سانتیگراد، یخ میزدیم. منظورش لایه اوزون نیست، لایه موقع اوزون بهتون غالب نکنه. اما بریم راجع به شیمی سبز. مؤلفه کتاب درسی خودشونو کشتن که شیمی سبز رو یه جوری توی کتاب راه بدن. شیمی سبز در واقع یکی از فکر کنم تخصصای شیمی کاربردی و شیمی مغز میشه، شیمی سبز، یعنی فکر میکنم ارشد یا دکتره شیمی سبز داریم. به هر طریقی خواستم وارد کتابش کنم، البته بد نیست برای محیط زیستمون، خوبیه، در واقع درس خوبیه برای محیط زیستمون. بچه شیمی سبز شاخه‌ایه که توی اون شیمی دانا در جستجوی فرایند و فراورده‌هایی هم که به کمک اون بتونن کیفیت زندگی رو چجوری بالا ببرن. نمیگه که از منابع طبیعی استفاده نکن، چرا؟ اتفاقا میخواد استفاده کنه. اینها بهره گیری از منابع طبیعی. یه موقع نگه شیمی سبز میگه از منابع طبیعی استفاده نکنی، بهره گیری از منابع طبیعی افزایش پیدا کنه. یعنی ما بیایم بیشتر به جای اینکه مواد مصنوعی استفاده کنیم، مواد ساختگی، پلیمرهای مصنوعی استفاده کنیم که محیط زیست رو تخریب میکنه، بیایم بیشتر از مواد طبیعی و ارگانیک استفاده کنیم. اینها بهره گیری از منابع طبیعی افزایش داد. نگه میگه مثلا آخه بچه‌ها فکر میکنن که چون قراره از محیط زیست حفاظت بشه دیگه ما نباید از منابع طبیعی استفاده کنیم. چرا؟ اتفاقا باید استفاده کنیم و استفادهمون رو افزایش بدیم. ولی چطوری؟ طوری که این طبیعت حفظ بشه، همزمان اون طبیعت محافظت بشه. پس اینجا دوتا کلمه داریم، نگاه کنیم. کلن شیمی سبز اینه که میگه بیشتر از مواد ارگانیک، بیشتر از منابع طبیعی استفاده کن، استفادت رو بیشتر کن، در عین حال از طبیعت هم محافظت کن. در این راستا باید تولید و مصرف، هم تولید هم مصرفه، مواد شیمیایی که رد پای سنگینی دارن رو کاهش بدیم یا متوقف کنیم. اینهاش، نگاه کن، در این راستا هم تولید و هم مصرفه، مواد شیمیایی که رد پای سنگینی دارن، نه همشون، رد پای سنگینی دارن رو باید یا کاهش بدیم یا متوقف کنیم. پس برای شیمی سبز که هدفمون استفاده بیشتر از طبیعت در عین حفظ طبیعته، ما باید اون موادی که رد پای سنگینی دارن، هم تولید هم مصرفشون رو یا کم کنیم یا متوقف کنیم. اما بریم راجع به سوخت سبز صحبت کنیم. من این بغل فضا دارم چون زیاد میخوام راجع به این صحبت کنم. بچه‌ها سوخت سبز سوختیه که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدروژن اکسیژن هم داره. پس بچه‌ها سوخت سبز هیدروکربن نیست. چون هیدروکربن نیست، هیدروکربن به چی میگن؟ هیدروکربن به چیزی میگن که فقط کربن داره و هیدروژن. این علاوه بر کربن، علاوه بر هیدروژن اکسیژن هم داره. پس هیدروکربن نیست. اولین نکته، سوخت سبز هیدروکربن نیست. بعد چطوری تهیهش میکنن؟ از پسماندهای گیاهی، شاخ و برگ گیاه سویا، نیشگر، دانه های روغنی. دانه روغنیش خود سویا هم میتونه باشه، مثل ذرت هم میتونه باشه. توی کتاب 11 هم
سیب زمینی هم میتونیم استفاده کنیم بچه‌ها برای تولید سوخت سبز. برای ببین فقط از پسماند گیاه دارن استفاده میکنن، نه خود گیاه ها. مثلا گیاه رو ورداشتن، فراوری کردن، روغن ذرته رو گرفتن، همه کاری با ذرته کردن، یه آشغالش مونده از پسماند گیاه دیگه. گیاه مثلا سویاش رو چیدن، سویاش و روغنش رو گرفتن، آتا آشغالا، شاخ و برگ گیاه سویا، پسماند گیاهی ها، نه خود گیاه، از زباله های گیاه، پسماند گیاه، شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر، سیب زمینی از 11 بلد باشین، دانه روغنی مثل ذرت از 11 بلد باشین که این مواد زیست تخریب پذیرن. گیاه دیگه بچه ها، گیاه توی طبیعت رها کنی تبدیل میشه به کود، برای خاکم مناسبه. این مواد زیست تخریب پذیرن. پسماند های گیاهی، شاخ و برگ سویا، نیشکر، سیب زمینی، دونه روغنی زیست تخریب پذیرن و به وسیله جانداران ذره‌بینی به مواد ساده تر تجزیه میشه. این مواد ساده ترش نکته داره؟ آره داره، مواد ساده ترش نکته داره. ببینم با چه رنگی بنویسم که معلوم باشه. آبی معلومه. مواد ساده تر بچه ها اتم نیستا، نگه به اتماشون تجزیهش میکنه. این مواد ساده تر فصل 3-11 حاشیه کتاب درسی گفته چیه، مثلا کربن دی اکسیدش میکنن، مثلا تبدیل به آبش میکنن، مثلا تبدیلش میکنن به متان و غیره. این جانداران ذره بینی این پسماندهای گیاهی رو به مواد ساده تر درست، اما نه اتم، تبدیلش نمیکنه به اتم کربن یا اتم اکسیژن، تبدیلش میکنه به مواد ساده تر که مولکولن، مولکول کربن دی اکسید، مولکول آب، مولکول متان و غیره، نگه اتم، تبدیلش میکنن به مواد ساده تر. این هم از این. اتانول و روغنهای گیاهی نمونه ای از این سوخت ها هستن. روغنهای گیاهی رو قبلا تو فصل 3-11 راجعش بحث کردن. روغنای گیاهی، روغن گیاهی استر سنگین ساملیه. روغن گیاهی استر سنگین ساملیه که یک درشت مولکوله. مثلا من اگه خودم بخوام سوال بدم میگم سوخت سبز فقط مولکولای کوچیک هستن. نه، سوخت سبز میتونه درشت مولکول باشه، روغنای گیاهی میتونن درشت مولکول باشن. اینا حواستون باشه. اینها اتانول و روغن‌های گیاهی نمونه ای از این نوع سوخت‌ها هستن. پس سوخت سبز میتونه روغن گیاهی باشه که یه درشت مولکول استر سنگین ساملیه. بعد اینجا داره مزارع سویا تو کشور استرالیا برای تولید سوخت سبز رو نمایش میده. یه نکته دیگه بلد باشین، ذرت. بچه‌ها کاربرد ذرت سه تاست، یکیش که همین سوخت سبز، دانه‌های روغنی مثل ذرت، یکیش خوراک دامه. دیگه چی میتونه داشته باشه؟ بجز سوخت سبز و خوراک دام ازش روغن هم میگیرن، روغن ذرت. خیلی از روغنایی که توی خونه، روغن مایعی که استفاده میکنی شاید از ذرت گرفته باشن. ذرت هم میتونه سوخت سبز ازش گرفت، از پسماندش، هم میشه خوراک دام باشه، هم میتونه روغن باشه. اینو از 11 دارم میگم. بعد راجع به اینجا یه دو تا نکته اضافه کنم. بچه ها گفتیم سوخت سبز ممکنه اینو سوال بده، خیلی هم سوال سختی میشه. سوخت سبز میخوام الان موازنش رو یادتون بدم. یه سوخت سبزی دارم که نمیشناسمش، CX H Y O Z. بالاخره کربن داره، هیدروژن داره، اکسیژن داره. هر یه دونش اگر با اکسیژن بسوزه، میخوام یاد بدم معادلش رو موازنه کنی. خیلی موازنه خفنی داره ها، الان ببینی متوجه میشی. اگر با اکسیژن بسوزه به تعداد کربن، کربن دی اکسید X تا CO2، نصف هیدروژن ها، Y دوم آب خواهد داد. و نکته آخر موازنه اکسیژنشه. اکسیژنایی که سمت راست تصویر میبینید یه 2X اکسیژن دارم، یه Y دوم. اینجا سمت راست 2X به علاوه Y دوم اکسیژن دارم، پس این سمت هم باید 2X به علاوه Y دوم اکسیژن داشته باشم. فقط Z تاش اینجاست،
پس ضریب اکسیژن هم میشه نگاه کنید 2x به علاوه y دوم اکسیژن باید باشه که z تاش اینجاست منهای z، چون z تاشو حساب کردم و چون داره توی 2 ضرب میشه من یه تقسیم بر 2 هم میذارم. در نهایت اگر بخوام معادله رو ضرب در 2 کنم میشه 2 تا cx هاش y او z به علاوه 2x به علاوه y. این ضریبه، ضریبا رو آبی بنویسم، ضریب این که شد 2، این شد 2x به علاوه y دوم منهای z، این ور او 2، این ور هم میشه 2x کربن دی اکسید، 2x کربن دی اکسید به علاوه y تا آب. این موازنه موازنه جونداریه ها، شوخی نداره، اگه سوال بده نصفتون میرید رو هوا. y تا هم آب. بشمارم اکسیژن ها رو، y تا اکسیژن اینجاست، من با اکسیژنش چک میکنم، y تا اکسیژن اینجاست، 4x هم اینجاست، 4x به علاوه y. این اکسیژنه سمت راست، حالا سمت چپ ببین، 2z اینجا دارم، خب 2z اینجا دارم، 2z اکسیژن اینجا دارم، 4x اکسیژن اینجا دارم، y تا اکسیژن اینجا دارم، منهای 2z هم اکسیژن اینجا دارم، اینجا میره 4x به علاوه y دوم. من موازنش رو یه بار دیگه توضیح بدم از اول. به تعداد کربن، کربن دی اکسید نصف هیدروژن آب، پس 2x اکسیژن اینجا بود، y دوم هم اینجا، 2x به علاوه y دوم، که از این 2x به علاوه y دوم z تاشو اینجا گذاشتم، پس منهای z، چون توی 2 داره ضرب میشه تقسیم بر 2، این موازنش توی 2 ضرب کردم. البته باز هم میشه توی 2 ضرب کرد، چون ضریب y کسری ولی دیگه نمیخواد، کافیه این ضرایبش، بخواد سوال بده سوال وحشیانه و سختیه. من خواستم بدونید حالا هدفم چیه. هدفم این بود که اصلا چرا این واکنشو نوشتم، سوخت سبز اگر بسوزه با اکسیژن چی به اون میده؟ کربن دی اکسید و آب. فراورده حاصل از سوختن، حاصل از سوختن سوخت سبز چیا میتونه باشه بچه ها؟ CO2 میتونه باشه، H2O میتونه باشه، تازه سوختن ناقص هم ممکنه باشه، CO هم میتونه باشه. فراورده حاصل از سوختن سوخت سبز اگر کامل باشه، اگر سوختن کامل باشه این دوتا، اگر سوختن ناقص باشه این دوتا، پس کلن این سه تا فراورده رو فراورده حاصل از سوختن سوخت سبز در نظر بگیرید. یه نکته دیگه هم بگم، ترکیبی دارم میگم از 11 اون، چون ممکنه سوال ترکیبی بده، چون ممکنه سوال ترکیبی بده راجب اتان و اتانول. اتانول رو ما به عنوان نماینده ای از سوخت سبز در نظر میگیریم. راجب اتان و اتانول بچه ها، اتانول سوخت سبز هست چون اکسیژن داره، اتان چون هیدروکربونه، اتان C2H6 سوخت سبز نیست، C2H6. پس یه دونه سوخت سبز دارم الان که علاوه بر کربن و هیدروژن اکسیژن داره، یه اتان هم داریم که سوخت سبز نیست. حالا راجع به اینا دو تا سوال میتونه بپرسه. من اتان اینو بذارم پایین، من اتان این اتانول رو بیارم پایین، اتانول و اتان C2H6. اگه ازم انرژی تولید شده بپرسه، بزه یک گرم سوخت یعنی در واقع ارزش سوختی رو بپرسه، ارزش سوختی اتان هیدروکربن از الکل خیلی بیشتره. گفته بودم که ارزش سوختی الکل ها مثل آشغاله. اگه مقدار کربن دی اکسید تولید شده به ازای 1 گرم سوخت رو بپرسه، باز هم اتان بیشتره. پس چرا آقا میرن از اتانول استفاده میکنن؟ اتانول درسته که انرژی کمتری آزاد میکنه، ولی یه مزیت داره، اتانول کربن دی اکسیدی که به ازای 1 گرم سوخت هم میده کمتره، چون کربن دی اکسید کمتری تولید میکنه برای طبیعت اون بهتره، برای همین بهش میگن سوخت سبز. پس تا اینجا
اگه ارزش سوختی بپرسه اتان بیشتره، اگه کربن دی اکسید بنزین 1 گرم سوخت بپرسه هر دوتاش اتان بیشتر، اتانول کمتر. اتانول با اینکه انرژی کمتری میده ولی کربن دی اکسید کمتری میده. میگیم کوره بابای انرژی، مهم طبیعته، چون کربن دی اکسیدی که میده کمتره، بنابراین استفاده ازش تو راستای شیمی سبز محروم به صرفه است. برای همینه که خیلی کشورها اتانول با اینکه انرژی کمتری بهشون میده از اتانول استفاده میکنن، چون طبیعتشون براشون مهمتره، چون داره کربن دی اکسید کمتری تولید میکنه. این ترکیبی بود، اینا رو همه رو گفتم. بریم جلوتر، بریم تبدیل CO2 به مواد معدنی. مواد معدنی، نه مواد عالی، حواستون باشه، نه مواد عالی. بعد میتونیم چطوری CO2 که از نیروگاه میاد بیرون رو گیر بندازیم. بچه ها این واکنش ها به این صورته. یه اکسید نافلز داریم که اکسیده نافلز اشاره کردم اغلب اکسیده اسیدی هن، و علاوه یه اکسید فلز داریم که اشاره کردم اغلب این اکسید ها بازی هن. این دوتا با هم واکنش بدن میشن ترکیب یونی که اصطلاحاً بهشون میگن نمک. پس تو این گوگرد الان مثلا تو این واکنشه مثلا کربن دی اکسید رو میخوایم حذف کنیم، اینها کربن دی اکسید رو میخوایم به مواد معدنی تبدیل کنیم تا وارد هواکره نشه. بچه ها میان تو مسیر کربن دی اکسیدی که از نیروگاه داره خارج میشه، یه سری توریایی میذارن از جنس آهک یا از جنس منیزیم اکسید. این آهکه کربن دی اکسید رو تو دل خودش جا میندازه، تبدیل میشه به کلسیم کربنات جامد، دیگه کربن دی اکسید وارد هوا نمیشه. یا منیزیم اکسید میاد این کربن دی اکسید رو بغل میکنه، تو دل خودش نگه میداره، تبدیل میشه به منیزیم کربناتی که جامده، دیگه اون گازه از نیروگاه، از اون مراکز صنعتی شما خارج نمیشه. پس چیکار میکنیم؟ میایم تو مسیر خروجی کربن دی اکسید آهک یا منیزیم اکسید میذاریم، اینا کربن دی اکسید رو بغل میکنن، تبدیلش میکنن به یه ماده جامد، دیگه از نیروگاه بیرون نمیره، دیگه از مرکز صنعتی بیرون نمیره. خب آها، پس نگاه کنین، کربن دی اکسید یک اکسید نافلزه، اینا یه دونه اکسید فلز یا اکسید بازی هست، تبدیل میشن به ترکیب یونی. آقا واکنشش رو چطوری بنویسیم؟ من بنویسم یه دونه‌شو ببین چقدر راحته. کربن دی اکسید به علاوه CaO هر اکسید نافلز، اکسید اسیدی، اکسید بازی قراره ترکیب یونی بده، هر چی میبینی با هم جمع کن. همین، یه دونه کلسیم میبینم مینویسمش، یه دونه کربن میبینم، یه دونه این کلسیم، یه دونه کلسیم میبینم مینویسمش، یه دونه کربن میبینم مینویسمش، دو تا و یه دونه، سه تا اکسیژن میبینم مینویسمش، میشه CaCO3. این ماده جامده، این ماده جامده، این ماده هم گازه. گاز کربن دی اکسید رو با یه ماده جامد گیرش میندازیم تو دل در واقع یه ماده جامدی که تولید شده. نگاه کن Mg، من اول CO2 شو بنویسم، CO2 به علاوه MgO. خب میخوام ببینم فراوردش چیه، هر چی میبینم جمع میکنم، Mg دارم مینویسم، کربن دارم مینویسم، دوتا و یه دونه و MgCO3 منیزیم کربنات میده، جامد جامد، کربن دی اکسید گازه. گاز خروجی رو با یه ماده جامد گیر میندازم، دیگه از نیروگاه بیرون نمیره، پودر جامد میشه، میریزه پایین، یا همونجا هم میتونه رسوب کنه. یکی دیگه هم داشتیم برای زغال سنگ. بچه زغال سنگ آلاینده‌ای که داره، زغال سنگ یه آلاینده خیلی خطرناک داره به اسم SO2. چند صفحه قبل هم دیدیم که توی نیروگاه SO2 تولید میشد. میان SO2 گازی رو با چی گیر میندازن؟ با CaO گیر میندازن، این CaO جامد. خب بعدش پس هر چی میبینم جمع کنم، CA دارم، S دارم، ستم O دارم، CaSO3 به هم میده، CaSO3 یه جامد. بچه ها کلسیوم سولفیت به شما میده، این SO4 نیستا، یه موقع نگه کلسیوم سولفاتا، کلسیوم سولفیت میده، نه سولفات، نه سولفات، نه SO4. گوگرد زدائی در نیروگاه، گوگردی که حاصل سوختن زغال سنگ بوده، SO2ی که حاصل سوختن زغال سنگ بوده،
این SO2 رو میان با کلسیوم اکسید یا نام دیگرش آهک گیر میندازن، هر چی میبینی جمع کن، CaSO3. این کلسیوم سولفیته، کلسیوم سولفات نیست. یه موقع SO4 ننویسید اینجا. سنجش هم ازش سوال دادم این سری، تو جزوه هم یه مثال داشتم. خب بریم، این هم از این گوگرد زدایی و کربون دیوکسید زدایی و این داستان ها. یعنی ما نمیذاریم اصلا از نیروگاه خارج بشه، وارد هوا بشه، همون تو نیروگاه خفش میکنیم. بریم جلوتر، اینا رو همه رو گفتم، خب خیالم راحت. بریم جلوتر صفحه بعد. پلاستیکای سبز توی 11 فصل 3 با هم خوندیم. پولیلاکتیک اسید، PLA هم بهش میگن. پولیلاکتیک اسید یه پولی استره، بهش PLA هم میگن. PLA پلاستیکای سبز یا زیست تخریب پذیر. پلیمرن. پس اینا درشت مولکولن، نگه بهتون مولکوله کوچیک، بهتون یه موقع مولکول کوچیک غالب نکنه، اینا پلیمرن، درشت مولکولن، بر پایه مواد گیاهی مانند نشاسته. اگه یادتون باشه نشاسته رو تخمیر میکردن، میشد لاکتیک اسید، لاکتیک اسید و پلیمر میکردن پلی لاکتیک اسید که یه پلی استر PLA هم نمایشش میدن. پس پلاستیک های سبز پلیمرن، درشت مولکولن، از نشاسته ساخته میشن. به بچه ها خیلی راحت میشه غالب کرد، نه سلولوز. به همین دلیل در ساختار آنها اکسیژن نیز وجود دارد. به همینه چرا نشاسته خودش از گلوکوز تولید شده. گلوکوز کربن داره، هیدروژن داره، اکسیژن. وقتی اینو تخمیر کنی همچنان اکسیژن داره. پلاستیک سبز هم بچه ها کربن داره، هیدروژن داره، اکسیژن داره، پلی استر دیگه. در ساختار آنها اکسیژن نیز وجود دارد. این پلاستیکا در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، اگه یادتون باشه توی جزوه نوشته بودم، چند ماه بعد تجزیه میشن، به طبیعت باز میگردن به عنوان کود. تجزیه اینا که اگه یادتون باشه سیاشار و هاشتو غیره میده دیگه، سیاشار نه، سی و دو هاشتو غیره میداد. جانداران ذره بینی وقتی تجزیهشون میکردن. پس راجعه پلاستیکای سبز پولیلاکتیک اسیدن، پولیسترن، پولیمرن، درشت مولکولن، از نشاسته ساخته میشن، نه سلولوز. و همین دلیل در بعد تازه از درشت مولکولم ساخته میشن، از درشت مولکول ساخته میشن. بعد اگه یادتون باشه نشاسته خودش هم پولیمره، یه پلیمریه که از پلیمر به وجود اومده. نشاسته خودش پلیمره، بعد این PLA پلیلاکتیک اسید هم پلیمره. پس ما از یه پلیمر طبیعی داریم استفاده میکنیم تا یه پلیمر سبز به وجود بیاریم. خب پس خیلی خلاصه، پلاستیکا پلیمرن، درشت مولکولن، که این درشت مولکول نامش پولیلاکتیک اسید پولیستره، برپایه مواد گیاهی مثل نشاسته. سلولوز بگه غلطه ها، از نشاسته دارن ساخته میشن، از تخمیر نشاسته به وجود میومدن، که این نشاسته خودش درشت مولکول خودش پلیمره، در همین دلیل تو ساختارش اکسیژن وجود داره چون پلیستره. بعد در مدت زمان کوتاهی چند ماه بعد تجزیه میشن، به طبیعت برمیگردن به عنوان کود، کربن دی اکسید و آب و غیره میشن. این هم از این، این هم کامل بحث کردیم، چیزی جا نیفتاد. بعد خب کربن دی اکسیدی که بچه‌ها تولید میشه رو میتونید، دو تا راه داشتیم، یکی اینکه با آهک بگیریمش، با منیزیم اکسید بگیریمش. راه دیگری هم وجود داره، ما بیایم تو چاهای نفتی که خالی شدن، میدانه گازی که تمام استفادهمون رو کردیم و خالی شدن، و حتی سنگای متخلخل زیر زمین دفنش کنیم. اینها کربن دی اکسید رو میتونم به جای رها کردن در هواکره در مکانهای عمیق و در اینها عمیق و عمد در زیر زمین ذخیره و نگهداری کرد. اینها در مکانه عمیق مثل 1. سنگ‌های متخلخل زیر زمین، 2. میدان‌های قدیمی گاز، 3. چاه‌های نفت قدیمی که خالی از این موادن. نمی‌ریم
دهن منو باز میکنی. اسکل که نیستیم بریم یه چای نفت داریم کربن دی اکسید رو بکنیم توش. داریم میبریم تو چای قدیمی نفت که خالیان. میدان قدیمی گاز که خالیان. جای مناسبی برای دفن این گازن. اینا داره نشون میده این یه چای نفت خالی بوده. تزریقشون میکنن در واقع با فشار میزنن تو اون چای نفت. اونجا نگهداری و ذخیره میشه. به بعد آها بچه این گوشه یه نکته ای داره، تولید خودرو سوخت با کیفیت بسیار خوب، که این تو حوزه کشور ما نمی گنجه. ما خودروهایی داریم بسیار خوب با کیفیت بسیار خوب، این تو کشور ما اصلا نمی گنجه. این کیفیت بسیار خوبش رو فراموش کنید و حالا سوختش رو شاید یه کاری بکنید. میتونیم بچه ها زغال سنگ رو توی 11 هم خوندیم، میتونیم یکی از اقدامایی که برای این کار انجام میدیم شستشوی زغال سنگ با شستشوی زغال سنگ به منظور حذف گوگرد، به منظور حذف گوگرد و دیگر ناخالصی ها. میتونیم سوختی که حالا حذف رو ناخالصی ها، سوختی که توی نیروگاه داریم استفاده میکنیم، معمولا تو نیروگاه از زغال سنگ استفاده میکنن، میتونن زغال سنگش رو قبل از استفاده شستشو بدن، گوگردش حذف بشه، ناخالصیاش حذف بشه، آلاینده کمتری تولید کنه. بریم جلوتر، راجع به یه باهم بیاندیشیم داریم، یه سری نکته داره این باهم بیاندیشیم. اولا بچه ها هیدروژن در این عنصر در جهان که به صورت ترکیب‌های گوناگون ترکیب یافت می‌شود. اگه بگه اتم هیدروژن غلط کرده غلطه، اگه بگه مولکول هیدروژن غلط کرده غلطه، به صورت ترکیب یافت میشه. بچه اینا رو یاد بگیرین تو رو قرآن، خوبه سوادی، کمک میکنه. ما فلز گروه یک توی طبیعت نداریم. میخوام بگم چیا تو طبیعت نیست، چیا تو طبیعت نیست. ما فلز گروه یک تو طبیعت نداریم به صورت آزاد. اینطوری بنویسیم تو طبیعت، در طبیعت، در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارند و به صورت ترکیب با عناصر دیگر هستند. دارم اون مثالایی رو میزنم که توی طبیعت به صورت آزاد وجود ندارن. ما مثلا فلز سدیم تو طبیعت نداریم، تو طبیعت مثلا نمک خوراکیش هست، به صورت ترکیب با عناصر دیگره. ما مثلا فلز گروه دو، فلز گروه دو، منیزیم خالص تو طبیعت نداریم، مثلا منیزیم کلورید داریم، منیزیم هیدروکسید داریم، در ترکیب با عناصر دیگرن. آلومینیوم به صورت خالص تو طبیعت نداریم، اشاره کردم آلومینیوم به صورت خالص تو طبیعت نداریم. چه شکلی بود؟ به شکل سنگ معدن بوکسیت تو طبیعت یافت میشد. ما فلز گروه یک، فلز گروه دو، آلومینیوم، هالوژن و هیدروژن توی طبیعت به صورت آزاد نداریم. هیدروژن مثلا توی ترکیب آب وجود داره، آبو بخکافت میکنن هیدروژن به دست میاد. هالوژن مثلا NaCl کلور تو ترکیب وجود داره. پس فلز گروه یک، گروه دو، آلومینیوم، هالوژن، هیدروژن توی طبیعت یافت نمیشه. آقا از کجا اینا رو حفظ کنن؟ حفظی نیست، اینا واکنش پذیری خیلی زیادی دارن. ما توی 11 اون خوندیم یا حالا با بچه‌ها دهم میخونیم، فلز گروه یک، فلز گروه دو، آلومینیوم بیشترین واکنش پذیری رو تو فلزا دارن، تو طبیعت بیکار نمیشینن، سری با عنصره دیگه میرن تو واکنش. خب اگه سری واکنش میدن تو طبیعت به صورت آزاد وجود ندارن. هالوژنا وحشی ترین نافلزان، سری میرن تو واکنش، تو طبیعت به صورت آزاد وجود ندارن. این هیدروژن لنگ یه جرقه است، یه جرقه بخوره رفته رو هوا. هیدروژن هم واکنش پذیریش خیلی زیاده. اینایی که واکنش پذیریشون خیلی زیادن توی فلزا، فلز گروه یک، فلز گروه دو، آلومینیوم توی طبیعت به صورت آزاد وجود ندارن، یا هالوژن و هیدروژن توی نافلزا که واکنش پذیری زیادی دارن توی طبیعت به صورت آزاد وجود ندارن، به صورت ترکیب با عناصر دیگر هستن. هیدروژن فراوان‌ترین عنصر در جهان، در جهان. یه موقع نگه کره زمین، تو مشتری آره ولی کره زمین نه، در جهان به صورت ترکیب گوناگون. این گاز مانند سوخته فسیلی میتونه با اکسیژن بسوزه و حالا میگم راجعش یکم صحبت خواهم کرد، راجعش صحبت خواهم کرد. اینو که احتمالا نوشتیم، من اینو پاک کنم سر رو بگیر بالا. ببین نکته هایی که دارم میگم ترکیبی دارم میگم، متن کتابو دارم میترکونم، اگه حواست نباشه از دست دادی ها. من میرم الان یه ذره از 11 هم صحبت کنم.
یا چند تا نکته بگم بچه ها. بنزین عمرش نهایتاً 100 ساله، یعنی ما 100 سال دیگه بنزینمون تمومه، برای همینه که انقدر بنزین سرش دعواست. زغال سنگ نهایتاً عمرش 500 ساله. پس سوخت فسیلیمون به طور کلی تا 500 سال دیگه رفته. ما باید یه سوخت جایگزین پیدا کنیم. سوخت جایگزینمون چیه؟ سوخت جایگزینمون هیدروژنه، H2. موزلش چیه؟ چالش در طبیعت وجود ندارد. چطوری میسازنش؟ باید بسازیش خودت. با برکافت آب به دستش میارن. از برکافت آب به دست میآید. یا راهای دیگه هم به دست میآید. من دارم نکته 12 میگم. از برکافت آب به دست میآید. 2. دیگه چه راهی دارن؟ سلول نور الکتروشیمیایی به دست میآید. پس بچه‌ها این نکته رو بلد باشی. این من دارم راجع به کل 3 کتاب صحبت میکنم. بنزین 100 سال دیگه تمومه، زغال سنگ 500 سال دیگه تمومه. ما باید به فکر سوخت جایگزین باشیم. ما باید پلن بی داشته باشیم. سوخت جایگزین H2. چالشش چیه؟ تو طبیعت وجود نداره. باید جون بکنی بسازیش. یا از برکافت آب میشه به دستش بیاریم، یا از سلول نور الکتروشیمیایی. این دوتا توی کتاب 12. خب بعد بریم ببینیم گرمای آزاد شده بر حسب 1 گرم ماده رو ما میگفتیم ارزش سوختی. تعریف ارزش سوختی توی فصل 2.11 بود. بیشترین ارزش سوختی رو من اینا رو مرتب کنم. بیشترین ارزش سوختی رو هیدروژن داره. بیاد یادتونه دیگه ارزش سوختی. بچه ها بیشترین ارزش سوختی رو هیدروژن داره. خب خیلی به ازای 1 گرم مادهش انرژی، اینا عددش 143 فکر کنم اینجا هست. بیشترین ارزش سوختی یا گرمای آزاد شده کیلوژول بر گرم برای هیدروژنه. مقایسه هیدروکربن‌ها رو یاد داده بودم. یا در واقع سوخت فسیلی و اینا. نگاه کنی الان بین متان CH4، متان و بنزین که اون رو اکتان در نظر میگیرن، این بنزینه، عمدتاً میشه گفت اکتانه، بنزین. میگفتیم کربن کمتر ارزش سوختی بیشتر، کربن کمتر ارزش سوختی بیشتر. در نهایت هم زغال سنگ خواهد بود. زغال سنگ کمترین ارزش سوختی رو داره. چون 135 تا کربن داره. کربن کمتر ارزش سوختی بیشتر. خب این راجع به ارزش سوختی. هیدروژن بیشترین ارزش سوختی رو داره. دمش گرم. بعد با اختلاف فاحش ها ارزش سوختیش 3 برابر، 4 برابر، 5 برابره. اختلاف فاحش. خب پس ترتیبشو بلد باشی. ارزش سوختی من کاملش کنم. گاز طبیعی هم به متان میگفتن، گاز مرداب هم به متان میگفتن. من برم اینو کاملش کنم. اول اینو ببینید، ترتیب ارزش سوختی بیشترینش هیدروژنه، بعد گاز طبیعی یا گاز مرداب و متانه، بعد بنزینه، زغال سنگ که دیگه تعطیله. پس بیشترین ارزش سوختی هیدروژن، متان که بین هیدروکربن‌ها بیشتر ارزش سوختی رو داشت اگه یادتون باشه چون کمترین کربن رو داره، بعد گاز طبیعی یا گاز مرداب، بعد بنزین، بعد زغال سنگ. این یکی. بعد یه نکته دیگه هم من راجع ذخایرشون صحبت کردم. یه نکته از یازدهم داریم. کربن دی اکسید به ازای 1 کیلوژول انرژی برای زغال سنگ و بنزین هم مقایسه شده. زغال سنگ، بنزین، کربن دی اکسید به ازای 1 کیلوژول انرژی. خب کربن دی اکسید به ازای 1 کیلوژول انرژی. اگه یادتون حالا عدد نباید حفظ باشین. زغال سنگه میشه 104000 گرم. من خودم حفظ نیستم. بنزینه میشه 65000 گرم. عددشو نمیخوام ولی با عدد مثال زدم. ببینید
این به ازای کربن دی اکسید به ازای 1 کیلوژول انرژی رو داریم بحث میکنیم. زغال سنگ کربن دی اکسیدش به ازای 1 کیلوژول انرژی خیلی بیشتره. اینا تقریبا میشه گفت دو برابره. این 104 این 65. پس کربن دی اکسید زغال سنگ پچه آشغالیه، هم ارزش سوختی کمتری داره، یعنی انرژی کمی بهم میده. اینها زغال سنگ هم انرژی کمی میده، هم کربن دی اکسید بیشتری هم میده. من به چه امیدی از تو استفاده کنم؟ این به هیچ دردی نمیخوری. یعنی هم دارم انرژی کمتری ازت میگیرم، هم داری هوا رو آلوده تر میکنی. استفاده از زغال سنگ اصلا در راستای شیمی سبز نیست. انرژی کمتری میده، کربن دی اکسید بیشتری هم آشغاله، هم انرژی کمتر هم کربن دی اکسید بیشتر. بعد بچه ها زغال سنگ راجب زغال سنگ حالا من اشاره میکنم، فرمولش رو توی کتابتون توی آیا میدانیده 335 فکر کنم هاش 96 O9NS سنجش هم سوال داد O9NS. ببینیم من کتاب 11 هم فکر کنم اینجا داشته باشم، یه چک بکنیم با هم. کتاب 11 هم مای بوکس اینجا، من کتاب 11 هم دارم اینجا بهتون نشون بدم. کتاب شیمی 11 هم خب مثل اینکه ندارمش اینجا. حالا میبینیدش 335 هاش 96 O9NS سنجش سوال داد. من اینو برای بچه 12 دارم میگم. سنجش سوال داد، فرمولو بهتون میده، جرم مولیش رو حفظ کنید، برید جرم مولیش رو حفظ کنید، یعنی یه گوشه اتاق بزنید. اگر سوال از زغال سنگ توی کنکور بیاد، جرم مولی حساب کردن این موزله، جرم مولیشو یه بار خودتون حساب کنید و حفظ کنید. 135 تا 12 تا 96 تا یه دونه 9 تا 16 تا، این که میشه 135 تا 12 تاش میشه 6 تا 270 تا. اینطوری راحت‌تر میشه حسابش کرد. یه 6 تا 270 تا داره، یه 96 تا داره، یه 9 تا 16 تا دیگه، یه 144 تا داره، یه 14 تا، یه 32 تا. فرمول زغال سنگ، فرمولشو نمیخوام حفظ کنید، جرم مولیشو حفظ کنید. فرمولشو بهتون میده، ولی سر جلسه جرم مولی اینو حساب کردن موزله، جرم مولیشو حفظ کنید. اینم از زغال سنگ. بریم ببینیم. فرآورده سوختن بنزین هیدروکربونه، میتونه کربن دی اکسید H2 تو سوختن کامل بده، کربن مونوکسید تو سوختن ناقص. فرآورده های گاز طبیعی متان دیگه، CH4، اینم CH2-16، اینم میتونه کربن دی اکسید و آب تو سوختن کامل بده، کربن مونوکسید تو سوختن ناقص. پس اینا برای سوختن کاملشونه، اینا برای سوختن کاملشونه. این CO و H2 هم میتونه برای سوختن ناقصش باشه، CO و H2 هم میتونه برای سوختن ناقصش باشه. این که تکلیفش مشخصه. با بعد توی کتاب دینی فصل علاوه O2 میده H2O، اینو همه میدونن که فراورده سوختن هیدروژن H2Oه. بعد برای زغال سنگ بچه ها CO میده، CO2 میده، SO2 میده، H2 میده و همچنین اینم بلد باشین تو کتاب 11 هم NO2 هم میده، چون تو ساختارش نیتروژن هم بود. CO میده، CO2 میده، H2O میده، NO2 میده، SO2 میده، ولی SO3 نمیدن ها، SO3 نه، CO، CO2، NO2، H2O، SO2. بعد پس تا الان هیدروژن شد ماکسیموم ارزش سوختی، هیدروژن بیشترین ارزش سوختی رو داره، چه باحال، کمترین آلاینده رو داره. ولی مشکل کجاست؟ تو طبیعت وجود نداره، گرونه، گرونترین هم هست، گرانترین. هیدروژن سه تا ترین داره، بیشترین انرژی، بیشترین ارزش سوختی، کمترین آلاینده، ولی بدیش میدونی چیه؟ خیلی گرونه. این تو طبیعت نیست، باید خودمونو جر بدیم تا تولید بشه، برای همینه که گرونه. این گرونترینه، این نکته هم گفتم اشاره کردم.
بعد استفاده از کدام سوخت آلاینده کمتری ایجاد میکنه؟ هیدروژن. تولید و حمل و نگهداری هیدروژن بسیار پرهزینه است. آیا تولید این گاز صرف اقتصادی داره؟ نه. بچه ها هیدروژن هم خطرناکه، هم چون چگالی کمی داره، تانکرهای خیلی بزرگی میخواد حملش. بسیار پرهزینه است حملش. صرف اقتصادی نداره. خب بریم صفحه بعد. توسعه پایدار میگه بابا هم پول رو در نظر بگیر، هم هزینه اقتصادی رو در نظر بگیر، هم طبیعت رو در نظر بگیر، هم جامعه، هم اجتماع. توسعه پایدار یعنی این که تولید هر فراورده همه هزینه های اقتصادی، پول، بعد زیست محیطی، طبیعت، اجتماعی، جامعه رو در نظر بگیره. همشون، همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی در نظر گرفته بشه. بعد ببینید هیدروژن درسته که گرونه، ولی از لحاظ زیست محیطی عالیه، برای همین استفاده میشه. چرا بعضی کشورها از تولید گاز هیدروژن دارن استفاده میکنن، دارن پول خرج میکنن؟ به دلیل ملاحظات زیست محیطی. چرا بعضی از کشورها با اینکه پلی‌لاکتیک اسید، پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر گرونه نسبت به اونایی که با پایه نفتی تولید میشه، ولی بازم استفاده میکنن؟ بازم به خاطر ملاحظات زیست محیطی. ملاحظات زیست محیطی. چرا بعضی کشورها دنبال هواپیماهایی هستند که کمترین انتشار کربن دی اکسید رو داشته باشه؟ بازم به خاطر ملاحظات زیست محیطی. در واقع اونا دارن در راستای توسعه پایدار گام برمی‌دارن. بچه‌ها راجع به اوزون صحبت کردیم کامل، اشاره کردم که مقدار اوزون توی هواکره ناچیزه، در سلایه اول وجود داره. در سلایه اول ما اوزون داشتیم که توی لایه دوم بیشترین مقدارش وجود داشت. بیشترین مقدار اوزون که لایه دوم، اسم دیگرش استراتوسفر بود، لایه اوزون اونجا بود. راجع به اینا صحبت کردم، گفتم تابش فرابنفش که میاد بخش عمده ایش گرفته میشه، بخش عمده ایش گرفته میشه. اینا رو عمر صحبت کردیم. راجع به دگرشکل، به شکل گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر ترکیب نباید باشه، ترکیب نباشه. بچه ها عنصر یعنی چی؟ عنصر یعنی ترکیب نباشه، یعنی یه مدل عنصر باشه. نگاه کنی الان H2O و مثلا H2O با H1.1، H2O با H1.2، اینا آلوتروپ محسوب نمیشن ها، اینا عنصر نیستن ها، اینا آلوتروپ محسوب نمیشن، آلوتروپ محسوب نمیشن. ترکیب نباید باشه، آلوتروپ ترکیب نباید باشه. یعنی مثلا چی؟ کربن گرافیت، کربن الماس و گفتم آلوتروپ های دیگری هم داره، مثل O3، اوزون و مولکول اکسیژن. میبینید ترکیب نیستن، فقط یه مدل عنصر، فقط یه مدل عنصر، فقط یه مدل عنصر، فقط یه مدل عنصر. به الان اوزون و اکسیژن آلوتروپن، گرافیت و الماس آلوتروپن، البته کربن آلوتروپای دیگه‌ای داره، CNT یا کربن نانوتیوبا یا مثلا باکیبال، حالا اونا رو شاید تو دانشگاه بهت بخونید. اصطلاح لایه اوزون به منطقه مشخصی از استراتوسفر میگفتن که بیشترین مقدار اوزون اونجاست، و یعنی اوزون تو اصطلاح اول هست. راجع به نقطه جوش، پایداری، خواص فیزیکی، شیمیایی، همه اوزون و اکسیژن صحبت کردم. بعد اکسیژن و اوزون، اینا رو همه رو صحبت کردم. یه نکته جدید بگم، بین O3 و O2 کدام آسانتر مایع می شود، کدام آسانتر مایع می شود، اینو الان میتونم بهتون توضیح بدم. من بعد نقطه جوش مقایسه کنم، اکسیژن، خب اکسیژن، اوزون. اوزون نقطه جوشش، نقطه جوشش بالاتره. اینطوری اگه نمودار نقطه جوش بکشم، نمودار نقطه جوش، اوزون نقطه جوشش بالاتره، اکسیژن نقطه جوشش پایینتره. وقتی سرد میکنم اول اوزون مایع میشه، اوزون آسانتر مایع میشه. دیگه اینا خیلی توضیح دادم قبلا، سریع رد میشم. اوزون به خاطر اینکه قطبیه، به خاطر اینکه جرم و حجم بیشتری داره، نقطه جوش بالاتری داره. وقتی سرد میکنم اول اوزون مایع میشه، اوزون آسانتر مایع میشه. خب بریم جلوتر. در صنعت از گاز اوزون
این هم اشاره کردم چون خیلی اوزون واکنش پذیره، برای گندزدایی میوه، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره‌بینی درون آب استفاده میشه. اوزون از اکسیژن واکنش پذیریش گفتم بیشتره. کی واکنش پذیرتر؟ اوزون، چون پیونداش شلتر بود، پیونداش سستر بود. بعد ساختار هر ماده تعیین کننده خواص و رفتاری که بحثی نیست اینجا، در باتری‌های قابل شارژ واکنش شیمیایی برگشت پذیر، واکنشش اولا شیمیاییه، دوم برگشت پذیره. شما وقتی از گوشی موبایلتون دارید استفاده میکنید، یه سری واکنش تو جهت رفت انجام میشه، وقتی میزنیش به برق یه سری واکنش تو جهت برگشتش انجام میشه. یعنی در واقع باتری های قابل شارژ اینطوری هست، تو وقتی استفاده میکنی یه واکنش میره تو جهت رفت، میزنی تو شارژ یه واکنش میاد تو جهت برگشت. برای همینه که میگن وقتی گوشیتون تو شارژ همزمان ازش استفاده نکنید، چون رفت و برگشت قاطی میشه. تو وقتی ازش استفاده میکنی تو جهت رفته، وقتی میزنیش تو شارژ تو جهت برگشته. برای همینه که میگن وقتی گوشی تو شارژ همزمان استفاده نکنی. باتری های قابل شارژ واکنش شیمیایی برگشت پذیر رخ میده. اوزون خیلی راجعش بحث کردم، دیگه بهش نمیپردازم. اینا همه رو بحث کردیم. گاز نیتروژن اصلی ترین جزء هواکره واکنش پذیری بسیار کمی داره. بعد گفتم بچه‌ها این واکنش اولی زوریه، اولی خیلی شرایط سخته، دمای بسیار بالا میخواست. دمای بسیار بالا کجا داریم؟ دو جا داشتیم، یکی موتور خودرو، یکی موتور خودرو، یکی رعد و برق. اینجا رخ میداد. ولی واکنش دیگرش اونقدر دمای بسیار بالایی نمیخوان. اولی شرایط سختی داره، دومی نه، سومی هم با نور خورشید انجام پذیره. راجع به اوزون تروپوسفری کامل صحبت کردم. تنها نکته ای که اینجا نگفتم، بوی گل روز و محمدی ناشی از انتشار مولکول گازی. یه موقع یون نگه، یه موقع اتم نگه، یه موقع جامد، یه موقع مایع نگه، دیگه این چیزا تابلوه دیگه. مولکول گازی منتشر میشن. حالا این مولکول ها هم مولکول های عالی هن، معمولا الکول هن، یه الکول های خاصی هن. راجع به خواص و رفتار گازها خودم کشتم، کلی درس دادم، اینجا نکته خاصی نداریم. این حاشیه کتاب یه بار دیگه ببینیم بد نیست. برای توصیف یه نمونه گاز گفتم اگر میخوای حجم بگی، حجم به سه تا چیز بستگی داشت، یکی مقدار بود، یکی دما بود، یکی هم فشار بود. اگر داری راجع به یک گاز صحبت میکنی، این ستا رو باید بگی. مقدارش رو باید بگی، دماش رو باید بگی، فشارش رو باید بگی. افزون بر مقدار، دما و فشار آن نیز باید مشخص باشد. مثلا اگه بگه برای مثال 2 دهم مول گاز اکسیژن، مقدارش 2 دهم، دما و فشار اتاق، مثالی از یک نمونه گازه. دما و فشار اتاق هم بچه دمای اتاق 25 درجه است. فشاری هم که تو اتاق هست معمولا 1 اتمسفر در نظر گرفته میشه. با افزایش دم زیاد میشه که گفتم، با افزایش مقدار حجم زیاد میشه گفتم، اینو بیشترش هم گفتم، همه رو گفتم. اینجا بریم گفتم که شرایط استاندارد رو شیمیدان ها بر اساس قرارداد اشاره کردن. استیپی رو، این رو آووگادرو نگفته، اینو آووگادرو نگفته. استیپی مال آووگادرو نیست، شیمیدانای جدید. گفتم یه سری ها تو کانادا بودن، یه سری ها تو اهواز دما و فشار فرق میکرد. گفتم آقا یه دما و فشار استاندارد بذاریم برای مقاله هامون. شرط استاندارد و شیمیدانا گفتن، آووگادرو نگفته. قانون آووگادرو رو ببینیم. آووگادرو میگفت در دما و فشار یکسان حجم 1 مول از گازهای مختلف با هم برابره. این چیزیه که نخستین بار آووگادرو ارائه کرد. همون موقع نه، وقتی که مرد، به احترامش بعدها به قانون آووگادرو، به احترام آووگادرو مشهور شد. بعد این میگفت دیگه، میگفت اگه دما و فشار یکسان باشه، داشت اینطوری حرف میزد در اون. میگفت اگه دما و فشار یکسان باشه، حجم مولی گازها یکیه، حجم مولی گازها برابره. یعنی در واقع مول برابر برای یک گاز معادل حجم برابره. اینو داشت خودشو میکشت اینو بگه. تو دما و فشار یکسان حجم مولی گازا برابره، تو استیپی همه گازا 22.4 لیتره، مول برابر یعنی حجم برابر. اینها مول برابر، حجم برابر.
مول برابر، اینها مول برابر، حجم برابر، مول برابر، حجم برابر، مول برابر، حجم برابر. این قانون اوگات روه راجعش کامل بحث کردی. بریم جلوتر. این شکلو که آوردم گفتم آقا اینجا رو که بشموری، اینجا رو که بشموری 10 تا ذره تو هر ظرفه، یه مول از دازه N2 32، هر دوتاشون حجم مولیشون 22.4 لیتره، تعداد مولکولاشون یکسانه، جرم مولیاشون فرق میکرد، اتماشون فرق میکرد، این 44 گرمه، این 28 گرم. بعد اینم حل کردیم براتون. بریم جلوتر. از هر گاز چقدر یه نکته داره بچه ها. واکنش گازها در صنعت اهمیت و کاربرد بسیاری داره. تهیه سولفوریک اسید و نیتریک اسید چندین واکنش متوالیه، تازه گازی هم هست. مثلا اول گوگرد رو میسوزونن میشه SO2، SO2 رو میسوزونن میشه SO3، SO3 رو میزنن تو آب میشه سولفوریک اسید. به این میگن تولید سولفوریک اسید. مهم نیست، مهم اینه که بدونین چندین واکنش متوالی تازه گازیه. سولفوریک اسید و نیتریک اسید چندین واکنش متوالی و گازیه، چندین واکنش متوالی و گازی. البته من رو گازی بودن شک دارم چون تو مرحله سومش آب شرکت میکنه، ولی این متن کتابتونه. چندین واکنش گازی و متوالی، این هم که گفتیم. استوکیومتریه که خودمونو جر دادیم براش، خودمونو کشتیم براش. ارتباط کمی، بفهمی که برای تولید یه مقداری فراورده چقدر واکنش دهنده نیازه. خب میان مواد واکنش دهنده و فراورده میپردازه. استوکیومتری واکنش اینا رو گفتیم، اینا رو هم توضیح دادیم، چیز خاصی نداشته. بر یک از ضریب مواد شرکت کننده در معادل موازنه هم ضریب استوکیومتری میگم، این که دیگه هیچی، اینا اوکیه. تا برسیم به تولید آمونیاک و کاربردی از واکنش گازها در صنعت، با توجه به اینکه 20 صفحه آخر کتاب 12امتون تو کنکور حذف شده، خیلی احتمال مطرح شدن سوال از این بخش نسبت به بخش‌های دیگه کمتره، ولی باز من همون توضیح میدم، یه توضیح کوچیکی میدم سریع رد میشیم. خب بچه‌ها میدونیم که گاز نیتروژن فراوان‌ترین جزء سازنده هواکره است. قبلا خوندیم حدود 80% هواکره است. در مقایسه با اکسیژن از نظر شیمیایی غیر فعال و واکنش ناپذیر، علتش رو اشاره میکنم. نگاه کنید، مثال میزنه، میگه اگه هیدروژن با اکسیژن باشه یه جرقه بزنیم بلافاصله واکنش شدید و انفجاری خواهد بود، منفجر میشود، ما انفجار خواهیم داشت، کلی انرژی آزاد میشه، واکنش سریعه، واکنش شدیده، بعد آب هم تولید میکنه. واکنش هیدروژن با اکسیژن سریع شدید انفجاری با یه جرقه یا کاتالیزگر. ولی اگه هاشتو اندو باشن کاتالیزگر بذاری جرقه بزنی واکنشی رخ نمیدهد. خب علتش چیه؟ علتش رو بررسی کنم. بیایید پایداری بررسی کنیم. اندو پیوندش سگانه است، اوتو پیوندش دوگانه است. خب قبلا هم گفتم پایداری به پیوند ربط داره، هر چقدر پیوند محکم‌تر پایدارتر. الان که نیتروژن پیونداش سگانه است، انگار سه تا چوبه، این انگار دو تا چوبه، پیوند محکم‌تر، پیوند محکم‌تر، پایداری بیشتر. پایداری با واکنش پذیر رابطه عکس داشت بچه ها. واکنش پذیری اگه ازم بپرسه میگم رابطهش برعکسه، O2 بیشتر از N2. اول پس اومدم پایداری مقایسه کردم، پایداری مقایسه کردم، گفتم N2 پایدارتره، پس N2 واکنش پذیریش کمتره. برای همینه که هیدروژن با اکسیژن، چون واکنش پذیری اکسیژن بیشتره، یه جرقه یا کاتالیزگر بزنید واکنش سریع شدید انفجاری، ولی N2 واکنشی نمیده چون پیوندش سگانه است، پیوند محکمی داره. این تا اینجا. حتی اگه کاتالیزگر بزنی، حتی اگه جرقه بزنی، اندوهاش رو با هم واکنش نمیدن، واکنشی رخ نمیدهد. برای همینه که میگه گاز نیتروژن در برابر اکسیژن از نظر شیمیایی غیر فعال و واکنش ناپذیره، چون گاز نیتروژن یه پیوند سگانه داره، این پیوند خیلی محکمه، گاز نیتروژن خیلی پایدار میشه،
و برای همینه که از این رو چون پیوندش سگانه است، چون خیلی پیوندش محکمه، چون خیلی پای داره، از این رو گاز نیتروژن به جو بی اثر شهرت داره. جو بی اثر بچه ها برای گاز نیتروژن به کار میره. یه موقع آرگون بهتون نگه، یه موقع هلیوم بهتون غالب نکنن، جو بی اثر لقب نیتروژنه، چون پیونده سگانه داره، چون محکم این پیونده، پایداره و پایداری زیاد، پایداری زیاد، واکنش پذیری کمی داره. انگار تو محیط واکنش، تو محیط واکنش میریزیش هیچ اثری نداره، کاری به فلزا نداره، با فلزا واکنش نمیده. جب بی اثر مشهوره، از این رو گاز نیتروژن به جب بی اثر مشهوره. یه موقع بهتون آرگون و هلیوم غالب نکنن. بعد ما گفتیم اصلا چرا تو بسته‌بندی مواد خوراکی از نیتروژن استفاده میکنن؟ برای اینکه اکسیژن رو بکشه بیرون، جاش نیتروژن بریزیم. نیتروژن از نظر شیمیایی بی اثره، کاری با مواد غذاییمون نداره، ولی اگر اکسیژن باشه پوست مواد غذایی رو میکنه. خب نگاه کنی، این راجب لاستیک خودرو شاید دیده باشید، در بعضی آپاراتی ها میزنن پر کردن مثلا باد لاستیک با گاز نیتروژن. چرا گاز نیتروژن؟ وقتی که لاستیک رو میخوان با گاز نیتروژن پر کنن، اولا آب حذف شده، ما حذف آب داشتیم، دوماً مقدار اکسیژن کاهش پیدا کرده، کاهش اکسیژن. یه موقع بهتون نگه اکسیژن رو حذف کردیم، کاهش اکسیژن. خب این به چه دردی میخوره؟ بچه ها خوردگی یه مثلثی داره، خوردگی یه مثلثی داره که این مثلث سه تا جز داره. برای اینکه خوردگی یه فلز اتفاق بیفته، فلز باید وجود داشته باشه که توی این تایرها گفتم سیمای فولادی هست. دوما آب باید باشه، اکسیژن هم باید باشه. شما اولا آب رو حذف کنی، خوردگی، وجود این سه جز ضروریه. اگر آب رو حذف کنی دیگه خوردگی انجام نمیشه، یعنی این سیمایی که تو این تایرن دیگه زنگ نمیزنن. پس این حذف آبش مانع خوردگی میشه، مانع خوردگی میشه. بعد اگر دقت کنی غلظت اکسیژن رو کم کردم، 21% اکسیژن رو رسوندم به 5%، حذفش نکردم ها، غلظتش رو کم کردم، کاهش غلظت اکسیژن داشتم. خب اگه کاهش غلظت اکسیژن داشته باشم، کاهش سرعت زنگ زدن هم خواهم داشت، چون با هم توی 11 خوندیم سرعت یه واکنش به غلظت مواد واکنش دهنده گازیش بستگی داره، به غلظت مواد واکنش دهنده، حالا گازی غیر گازی، به غلظت مواد بستگی داره. شما وقتی میاد غلظت اکسیژن رو کم میکنید، از 21% میرسونید به 5%، پس کاهش سرعت واکنش زنگ زدن داشتی. بعد تازه من آب رو هم حذف کردم، پس چرا نیتروژن زدیم؟ یک، حذف آب، دو، کاهش اکسیژن. اینا مانع از خوردگی سیم میشن. بعد بچه ها یه دلیل دیگه هم وجود داره، اهمیتی نداره. نیتروژن مولکولاش نسبت به اکسیژن گنده تره، احتمال خروجش از لاستیک چون گنده تره از منفذه لاستیک سخت‌تر میتونه بره بیرون، برای همین دیرتر لاستیک کم باد میشه. ولی اون چیزی که کتاب درسی شما میخواسته این بوده، حذف آبش باعث مانع واکنش زنگ زدن آهن یا مانع خوردگی میشه، کاهش اکسیژنش هم، کاهش غلظت اکسیژنش هم کاهش سرعت زنگ زدن میده. اونجا کاهش سرعت داریم، اینجا هم که مانع خوردگی میشیم و باعث میشه که لاستیک ما عمرش بیشتر بشه. بریم. آمونیاک، ببینید بچه ها، نیتروژن واکنش پذیری ناچیزی داره، ولی توی صنعت آمونیاک از نیتروژن تولید میشه. بعد اولین بار کی این کارو کرد؟ فریتز هابر، که اومد به دلیل تهیه آمونیاک از گازهای هیدروژن و نیتروژن برنده جایزه نوبل شیمی شد. اینو تو فصل 4 12 هم قرار بود بخونید که حذف شد. بریم، اولا این واکنش در دما و فشار اتاق انجام نمیشد، یعنی تو دمای 25 درجه فشار یک اتمسفر انجام نمیشد. هابر میاد چیکار میکنه؟ هابر میاد برای این واکنش همچین شرایطی رو میذاره. من خودم بزنم اینجا اندو به علاوه 3H2 رو که قراره بکنه انهایسه، میاد تو این شرایط تعریف میکنه، فشار رو به شدت میبره بالا، اینها 200 اتمسفر، فشار 200 اتمسفر، دما رو به شدت میبره بالا 450 درجه سلسیوس و از کاتالیزگر آهن استفاده میکنه. این کاتالیزگر
بعد میاد اینجا از 100% مخلوط تعادلیمون این فرایندم برگشت پذیره. بچه من فلش برگشت پذیرم رعایت کنم، این فرایندم برگشت پذیر خواهد بود. این فرایند یه فرایند برگشت پذیره، برای همین کامل پیش نمیره. اگه اینا 100% باشن 28%، اگه اون مخلوطی که داریم، الان تو اون مخلوط گازی حاصل 28% آمونیاکه و 72% H2 و N2 واکنش نداده است. این H2 و N2 واکنش نداده رو برمیگردونن. چطوری؟ اینجا رو خوب نگاه کنی. پس اول میاد نیتروژن و هیدروژن رو تو فشار 200 اتمسفر دمای 450 درجه سانتیگراد و کاتالیزگر آهنی تبدیلش میکنه به آمونیاک، ولی کل مخلوط به آمونیاک تبدیل نمیشه. الان شما تو محفظتون هم آمونیاک دارین که این شد 28%، هم N2 و H2 دارین، این شده 72%. الان میخواد 28% آمونیاک رو بکشه بیرون، چیکار میکنه؟ میاد از نقطه جوش استفاده میکنه. نقطه جوش قبلا هم گفتم همون نقطه میعان ماست، چون آمونیاک پیوند هیدروژنی داره، نقطه جوشش نسبت به دوتا گاز دیگه بالاتره. این نقطه جوش آمونیاک، این نقطه جوش N2، این نقطه جوش H2. اینجا حاشیه کتاب آورده، آمونیاک منفی 34 درجه سانتیگراد، نیتروژن منفی 196 درجه سانتیگراد، هیدروژن منفی 253 درجه سانتیگراد. میاد هابر دما رو تا منفی 40 درجه سانتیگراد سرد میکنه. سرد میکنیم. اول به نقطه میان آمونیاک میرسیم. آمونیاک مایع شد، ولی N2 و H2 همچنان گاز میمونن. آمونیاک مایع میشه، چکه میکنه پایین، آمونیاک رو میبرن، این گازایی هم که باقی مونده برمیگردونن. نگاه کنی، گاز هیدروژن و نیتروژن رو گفتیم در حضور کاتالیزگر دمای بالا، فشار بالا واکنش میدن. یه مخلوطی داریم که 28%ش آمونیاکه و 72%ش گازهای واکنش ندادن. این هیدروژن و نیتروژن واکنش نداده 72% بوده. اومدیم تا دمای اینجا رو، یه دقیقه با من باش، سر رو بگیر بالا، خوب گوش بده. میان تا دمای منفی 40 درجه سرد میکنن، سرد میکنم. آمونیاک براش میعان رخ میده، آمونیاک مایع شده، آمونیاک چکه میکنه پایین، این گازایی هم که بالا میمونن رو بر میگردونن، اون مایع هم از پایین میبرن. که دیگه دستکش تو کتابتون نیست، زیاد نمیخواد بهش گیر بدی. سرد کردن مخلوط واکنش تا دمای منفی 40 درجه سانتیگراد، آمونیاک مایع بشه، آمونیاک مایع رو میبرن، آمونیاک مایع انهایسته لیکوید، آب تو محیط نیست، ایکیو ننویسه. بعد اون 72% هیدروژن نیتروژن واکنش نداده رو برمیگردونن اینجا. دوباره توی این شرایط دمای بالا، فشار بالا، ورقه آهنی 28% آمونیاک تولید میشه، تا دمای منفی 40 سردش میکنن، آمونیاک چکه میکنه پایین، یه مخزن میذارن، برمیدارن میبرن. 72% گازه واکنش نداده رو از اون بالا دوباره میارن. دوباره دمای بالا، فشار بالا، کاتالیزگر 28% آمونیاکی که تولید میشه تا دمای منفی 40 سرد میکنن. چرا منفی 40؟ چون فقط آمونیاک مایع بشه، آمونیاک مایع میشه، چکه میکنه، میبرن، گازهای واکنش نداره رو برمیگردونن. این هم از فرایند هابر. این موازنه ها راجعش کامل درس دادم، من سریع موازنه شون کنم. یک بذاریم، یک دو بذاریم. اینجا یک بذاریم، اسش یه دونه، هاشش یه دونه، اکسیژنام سه تا، سه دوم بذارم توی دو ضرب کنم این موازنش. این یک بذاریم، دو تا آهن، سه تا اکسیژن، یه دو بذاریم. اینجا اینو قبلا این سال کنکور اومد بچه ها، این کنکور پارسال اومد، اینم کنکور پارسال اومد، با هم حل کردیم، چون تکراریه دیگه وقت نمیذارم. 4 تا نیتروژن اینجا، هم 4 تا نیتروژن، 4 تا 6 تا اینجا، هم 5 تا، فقط دارم جواباشو بهتون سریع میگم. این یه دونه، دو تا سی ال باشه، دو تا سی ال، دو تا ان باشه، دو تا اف باشه، دو تا. این هم از این، اینو
کتاب اون بود حل کردیم. شتر جانوری است که چندین روز بدون نوشیدن آب صحبت کردیم. این استر سنگین استعاملی بود چربی شتر. استر سنگین استعاملی جرم مولیش رو گفتم بلد باشین 890 گرم بر مول، چون اگر سوال بده خیلی زمان میبره. نماد یا فرمول، نماد آرگون، گاز اکسیژن O2، متان سیاشار، کربن دی اکسید CO2، N2. میزان واکنش پذیریش آرگون ناچیز بود، اکسیژن بسیار زیاده، میتونه مواد غذایی ما رو از بین ببره. متان هم کم واکنش پذیریش، کربن دی اکسید کم واکنش پذیریش، نیتروژن بسیار کم واکنش پذیریش. این هم از این. آرایش الکترون نقطه یاشو قبلا کشیدم، آلاینده یا غیر آلاینده بودن. آرگون غیر آلاینده است، بعد اکسیژن غیر آلاینده است، تنفسش میکنیم دیگه مشکلی نداره، ولی هیدروکربن ها و کربن دی اکسیدا اینا آلاینده اند. متان آلاینده است، کربن دی اکسید آلاینده است، نیتروژن غیر آلاینده است چون توی هوای عادی حضور داره. بچه ها با توجه به ملاحظات قیمت و محیط زیست و کاربردی که دارن، بهترین گازی که توی بسته‌بندی میشه استفاده کرد، ببینید اول از دو تاش میشه استفاده کرد، از آرگون میشه استفاده کرد، اکسیژن چون واکنش پذیریش بسیار زیاده نمیشه استفاده کرد، متان و کربن دی اکسید چون آلاینده هم نمیشه استفاده کرد، از نیتروژن هم میشه استفاده کرد. یعنی ما برای بسته‌بندی مواد خوراکی هم از نیتروژن میتونیم استفاده کنیم هم از آرگون، ولی توی صنعت چی برای من مهمه؟ قیمت. این غیر آلاینده است، غیر آلاینده است، واکنش پذیری ناچیز، بسیار کم، جفتشون اوکیه. قیمت، قیمت آرگون 3 برابره، پس آرگونه نمی صرفه. کدوم گاز مناسب تره؟ میگم هم آرگون میشه هم N2. N2 مناسب تر به خاطر قیمت، هزینه کمتر. بعد بچه ها وظیفه نیتروژن توی بسته‌بندی مواد خوراکی سرد کردنش نیست. داریم بسته‌بندی واسه چی؟ دارم نیتروژن میریزم چون مقدار اکسیژن رو کم کنم، فساد مواد غذایی کم بشه. حذف اکسیژن دلیلش، حالا حذف کامل هم نیست، اکسیژن رو کمتر میکنه. پس از اکسیژن چون مواد غذایی رو فاسد میکنه نمیتونیم استفاده کنیم، متان و کربن دی اکسید هوا رو آلوده میکنه نمیتونیم استفاده کنیم، آرگون و نیتروژن میشه، نیتروژن مناسب تره به خاطر قیمت. اینجا منبع گازه چون اینا کوچولوترن H2ه، چون اینا بزرگترن N2ه. گفتم اینجا H2 N2 واکنش نداده است، واکنش نداده است. حالا فکر کنم شکل مولکولی میخواد، شکل مولکولی بخوایم رسم کنیم طول میکشه. هر یک از گلولا نشان دهنده چه اتمیه که تابلو این کوچولوها هیدروژن، بزرگترا نیتروژن. این مقدار واکنش نداده رو حالا برگردیم، وقت میبره ازم. دستگاه خنک کننده دما تا منفی 40 میاره، مخزن جمع‌آوری آمونیاک مایع. تعداد مولکولاشو میتونید با استوکیومتری راحت بنویسید، وقتمونو میگیره، به دردمون هم نمیخوره. گاز شهری به طور عمده از متان تشکیل شده، چندین بار تکرار کردم. متان اگه ناقص بسوزه چی تولید میکنه؟ کربن مونوکسید، نور، گرما، بخار آب. سیاه‌شار اگر ناقص بسوزه در محیطی که اکسیژن کمه به صورت ناقص میسوزونه. قبلا تاکید کردم کربن مونوکسید H2 میده، یک اینجا میذاشتیم به تعداد کربن، کربن مونوکسید نصف هیدروژن A، ضریب اکسیژن هم اینجا چند باید باشه؟ 3 اکسیژن اونجا دارم، 1/3 بذارم توی 2 ضرب کنم، 2 3 2 4. 48 گرم متان تو شرط STP، حجم گاز 30، 48 گرم جرم مولی 16 ضریب 2، بعد حجم گاز CO تو STP لیتر CO ضریب 2، حجم هم 22.4. این دو با این 2 میره، این با این میره 3، 3 تا 22.4 تا 67 ممیز 2 لیتر. گفتم که اتانول توی بعضی کشور به عنوان سوخت سبز داره استفاده میشه. بعد گفته چه مزایایی داره، چه اثری بر میزان آلاینده داره. گفتم کربن به ازای 1 گرم اتانول نسبت به 1 گرم اتان کربن دی اکسید کمتر تولید میشه، کربن دی اکسید کمتری تولید میکنه. این رو قبلا بحث کردیم. واکنش سوختنش هم اگر بخوام بنویسم، نگاه کنید واکنش سوختنش، C2H5OH به علاوه هر یه دونش به تعداد کربن دوتا کربن دی اکسید نصف هیدروژناش آب. بشمارم
سه تا اکسیژن، چهار تا اکسیژن، هفت تا اکسیژن که یه دونش اینجاست، شش تاش میمونه. یه سه بذارم موازنه سوختن کاملش رو انجام دادیم. میگه نوعی خودرو توی یه کشوری 105 گرم کربن دی اکسید بزه 1 کیلومتر میده. بزه 1 کیلومتر گرم کربن دی اکسید اگه کمتر از 120 برچسب خودرو آه. میگه هر خودرو به طور میانگین، فرض کنید یه خودرویی باشه که این سوال ناقصه. بابا دو سال کتاب نوشتی سوال ناقص، نمیدونم تو این کتاب چی میخواد. تو کتاب درسی یه سوال تمرین دوره ای تو درست کن. فرض کنید با فرض من حلش میکنیم، خودروه 100 گرم کربن دی اکسید بده به ازای هر 1 کیلومتر. مثلا یه خودروه برچسب آه به ازای 1 کیلومتر 100 گرم کربن دی اکسید بده. این خودرو مسافتی که حدود 18000 کیلومتر رو طی میکنه حساب کنید سالانه چند کیلوگرم گاز کربن دی اکسید بر اثر استفادهش وارد هوا کرده میشه. پس ما یه خودرویی با برچسب آ در نظر گرفتیم، 1 کیلومترش 100 گرم کربن دی اکسید میده. بریم حل کنیم. خودم در نظر گرفتم چون سوال ناقص بود، من فقط عددا رو اینجا داشته باشم. گفتیم به ازای طی 1 کیلومتر اگر خودروی ما 100 گرم کربن دی اکسید بده به ازای چقدر گفته مسافتی سالانه 18000 کیلومتر را بره چند گرم کربن دی اکسید؟ یه تناسب دیگه. پس x گرم کربن دی اکسید من میشه 1 ضرب در 18 میشه 1 ضرب در 18 دو تا صفر اینجا، سه تا صفر اینجا، ضرب در 10 به توان 5 گرم کربن دی اکسید. بهم گفته چند کیلوگرم تقسیم بر هزارش میکنم، کیلوگرم کربن دی اکسید من میشه 18، دو تا صفر دیگه هم باید بره دیگه، دو تا سه تا صفر دیگه هم بره یه 100 میمونه، میشه در واقع 1800 کیلوگرم کربن دی اکسید. بچه ها اینجا رو میتونه با اون درخت تنومند ترکیب کنه ها، بگه مثلا چند تا درخت لازمه، بگه سالانه برای حذف این مقدار کربن دی اکسید چند تا درخت تنومند لازمه. بیایید حساب کنیم هر درخت تنومند، هر یه درخت تنومند 50 کیلوگرم کربن دی اکسید حذف میکرد. اگه یادتون باشه صفحه چند کتاب بود؟ صفحه شده دقیق یادم نیست چون نکته خیلی مهمی نیست. اینا صفحه 71 گفته هر یه درخت تنومند سالانه 50 کیلوگرم کربن دی اکسید. چند تا درخت باشه 1800 کیلوگرم کربن دی اکسیدی که مال یه خودرو حذف بشه؟ میشه 1800 تقسیم بر 50 تعداد درختمون که نیازه. این با این میره. خب ضرب در 2/2 میکنم میشه 36 تا درخت. بچه‌ها یعنی به ازای هر یه دونه خودرو ما سالانه باید 36 تا درخت تنومند داشته باشیم که کربن دی اکسیدش حذف بشه. خیلی رقم عجیب غریبیه. بریم سوال آخرش، اون مالیات و این داستانه. من سوال آخرش رو تو خود همینجا حل کنم. بچه‌ها میگه تا 120 گرم تا 120 گرم کربن دی اکسید معافی از مالیات. اینا ها. مالیات متغیر به میزان گاز کربن دی اکسید اگه خودرو برچسب A باشه از مالیات متغیر معافی، یعنی تا 120 گرم کربن دی اکسید معافی. یه خودروی با برچسب E میانگین بگیرید، میانگینش میشه 180 گرم کربن دی اکسید. تا 120 تاشو که معافه، 120 تا معافه. ببینم چقدر بیشتر داره. 60 گرم بیشتر داره، 60 گرم اضافه داره، 60 گرم 32 اضافه. بچه ها ببینید این برچسب ای داره تا 120 گرمش که معافه، 60 گرم 32 اضافه میده. خب من باید ببینم این خودرو چقدر مالیات باید بپردازه. من اول برم سراغ مالیات متغیر. بچه ها هر یک کیلومترش 60 گرم کربن دی اکسید یا 60 هزارم کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه داره. خودرو سالانه 18000 کیلومتر حرکت میکنه، پس ببینم چند کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه داره که این میشه 60000 ضرب در 18000. این سه تا صفر این سه تا صفر بره 60 ضرب در 18 این کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه میشه. 60 ضرب در 18 میشه 1080 کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه. بعد گفته به ازای هر 100 کیلوگرم اضافه، هر 100 کیلوگرم اضافی. خب تا الان فهمیدم که من 1080 کیلوگرم CO2 اضافه دارم، CO2 اضافه. میخوام ببینم به ازای این چند یورو.
میدونم به ازای هر 100 کیلوگرم 2 یورو. خب الان این صفر با این صفر با این صفر یه رقم اشار x یورویی که باید بده میشه 2 ضرب در 10 ممیز 8 میشه 21 ممیز 6 یورو باید اضافه بده علاوه بر اون مالیات 100 یورویی که داشته. پس در کل 121 ممیز 6 یورو باید پول بده یارو. پس یه بار دیگه ببین چطوری حل کردم. ببین یه مالیاتی هست که همه خودروها باید بدن، مالیات سالانه 100 یورو رو که همه میدن، یه مالیات متغیر داریم به ازای کربن دی اکسید اضافه به ازای 100 کیلوگرم اضافی 2 یورو. بعد بچه ها اونایی که برچسب ای دارن از این مالیات متغیر هم معافن. برچسب ای ها کی هن؟ تا 120 گرم کربن دی اکسید معافی. باید ببینی چقدر بیشتر از 120 گرم داری تولید میکنی. تا 120 گرم که از اون متغیره معافی. این برچسب ای 180 گرم کربن دی اکسید داره تولید میکنه، نسبت به 120 گرم چقدر اضافه است؟ 60 گرم. نسبت به 120 گرم 60 گرم داره اضافه تولید میکنه. من میخوام ببینم چقدر مالیات متغیر باید اضافه بده. من میدونم، پس من میدونم به ازای 1 کیلومترش 60 گرم یا 60 هزارم کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه داره. اینها به ازای 1 کیلومترش به ازای طی 1 کیلومتر. اینجا رو ببین، طی 1 کیلومتر این زیر از بس نوشتم. به ازای طی 1 کیلومترش 60 گرم کربن دی اکسید اضافه داره. به ازای 18 هزار کیلومتر که سالانه حرکت میکنه چند کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه که حساب کردیم 1080 کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه. خب اگه 1080 کیلوگرم کربن دی اکسید اضافه داره به ازای هر 100 کیلوگرم اضافه باید میگفتیم 2 یورو. به ازای 1080 کیلوگرم اضافه چند یورو که شد 21 ممیز 6. پس این باید 21 ممیز 6 یورو اضافه بده به علاوه اون 100 یورو اولیه که میشه کلن سالانه 121 ممیز 6 یورو باید اضافه پول بده. این هم راجبش بحث کردیم. احتمال داره از این سوال مطرح بشه. من خودم یه سوال قلمچی نوشتم، احتمالا تو قلمچیاتون دیدین. پس این هم از فصل دومون به طور کامل، دیگه چیزی نموند. رسیدیم به فصل 3، آب آهنگ زندگی. خوب گوش شدیم بچه ها، متن کتاب اگر با جزواتون اینطوری که گفتم بخونید 200% میزنید، دیگه چیزی نداره دیگه. بعد سراغ درسنامه نرید، درسنامه معضله، نمیرسی تو زمان تورقت سریع مرورش کنی. هر نکته ای هم که لازم باشه بیا، دیگه گفتم دیگه. اگه تونستی یه چیزی پیدا کنی عجیب غریب که نگفته باشم نمیتونی. همه رو گفتم، هر چی که نیازه برای کنکور دینا، هر چی که هست هم تو جزوه کتابت هست. جزوه کتابتو درست حسابی بخون، امیدوارم که نتیجه خوبی هم بگیرین. تلاشتون باید زیاد باشه. این ماه پایانی میگم الان دیگه بعد عید برای بچه های کنکوریمون زیر 12 ساعت خوندن معنی نداره. تو هر روزم 2 الی 3 ساعت باید برای شیمیتون وقت بذارید. ما فصل دومونم به طور کامل تموم شد. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.